تزریق واکسن کووید 19 اینجا در نیویورک که از دوشنبه گروه های بیشتری را در برنامه واکسیناسیونش جا داده. خبری خوشحال کننده برای شهری که ضربه‌ای بزرگ از ویروس خورده. برای این مرد که به زودی رهبری مبارزه با کووید 19 را به دست می‌گیرد، اما راهی ناهموار در پیش است. انتظارات از جو بایدن بالاست. رئیس جمهوری منتخب امریکا که دست بر قضا مراسم تحلیفش مصادف با سالگرد تایید نخستین مورد ابتلا به کووید 19 در امریکاست. او حالا با قول حدود 2 تریلیون دلار مشوق مالی به پیشواز 4 سال مدیریت بزرگترین اقتصاد جهان می رود. Our rescue plan also includes immediate relief to Americans hardest hit. بسته نجات شامل کمک مالی به آن دسته است که بیشترین صدمه را از همه‌گیری کرونا دیدند. ما به شهروندان نیازمند آمریکایی 2000 دلار وجه نقد پرداخت و بیمه بیکاری را تا پایان ماه مارس تمدید می‌کنیم. این یعنی 18 میلیون آمریکایی می‌توانند همچنان روی کمک مالی دولت حساب کنند. آمار مبتلایانی که روزانه در آمریکا شناسایی می‌شوند از 2 هفته پیش اوج گرفته و در چند روز اخیر نزدیک به 230 هزار مورد بوده. تصویب طرح بایدن با توجه به افزایش میزان ابتلا و اکثریت دموکرات حاکم بر مجلس نمایندگان بسیار محتمل است. بخشی دیگر از بسته حمایتی 2 تریلیون دلاری صرف انجام بیشتر آزمایش کرونا، کمک به بازگشایی مدارس و واکسیناسیون می شود. آقای بایدن وعده داده که در 100 روز نخست ریاست جمهوریش 100 میلیون نفر واکسینه شوند. اما جهش مداوم و پرسرعت ویروس کرونا هدف گذاری را پیچیده و مبهم کرده. اینجا ماناوس در برزیل است. دانشمندان نوع جدیدی از ویروس یافتند. در ماناوس بخش درمان تحت فشار است. شمار مبتلایان به سرعت بالا می رود. دستگاه اکسیژن کم است. پژوهشگران می گویند سرعت ابتلا به خاطر بالا بودن قدرت سرایت جدیدترین گونه ویروس است. آژیر هشدار در امریکای لاتین به صدا درآمده و دولت بریتانیا حالا ورود مسافران از این منطقه و همچنین کشور پرتغال را به خاطر مراودات نزدیک با برزیل ممنوع کرده. با این حال نخستین مورد ابتلا به نوع برزیلی ویروس کرونا امروز در بریتانیا گزارش شده. این کشور روز پنجشنبه بیش از 1200 قربانی کرونا داشت. بیشتر شهرها در قرنطینه هستند و حالا آثار تعطیلی واحدهای تجاری در آمار نگران کننده اقتصادی نمایان می شود. اقتصاد این کشور در ماه نوامبر، ماهی معمولاً پر رونق، بیش از 2.5% کوچک شده. این در حالی است که بریتانیا در این ماه هنوز وارد قرنطینه سراسری نشده بود. 1 سال از روزهای نخستین آشنایی بریتانیا و کشورهای اروپایی با خطر ویروس کرونا می گذرد. حالا در چین، کشوری که ویروس در آن شناسایی شد، هم موارد ابتلا بالا می رود. 144 مورد ابتلا در 24 ساعت منتهی به پنجشنبه آماری است که دولت چین اعلام می کند. به نظر می رسد در این کشاکش 1 ساله انسان با فاصله از ویروس عقب مانده. حالا شاید مهمترین ابزار برای شکست ویروس همکاری بین المللی برای افزایش سرعت واکسیناسیون در سراسر جهان باشد. شیدا هوشمندی، BBC.